مرکز اطلاع رسانی 14 مارس لبنان متعلق به حزب حاکم لبنان نوشت پارلمان اروپا برای تأمین حفاظت بین المللی کمپ اشرف در عراق فراخوان داد. مریم رجوی در واکنش به این بیانیه گفت هیچ تردیدی باقی نمی ماند که آمریکا باید حفاظت ساکنان اشرف را دوباره بر عهده گرفته و سازمان ملل در اشرف مستقر شود. این لازمه پایبندی آمریکا به تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، توافقنامه دو جانبه با ساکنان اشرف و ارزش‌های اخلاقی و معیارهای سیاسی است. ایلاف عربستان گزارش داد پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که به اتفاق آرا تصویب شد از آمریکا خواست نام سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی حذف کند و همچنین سازمان ملل را به تأمین حفاظت ساکنان قرارگاه اشرف فراخواند. دارالخلیج چاپ امارات متحده عربی با عنوان دو کارزار بین المللی برای پایان دادن به محاصره قرارگاه اشرف در عراق نوشت گروه پارلمانی بریتانیا شامل نمایندگان مجلس لوردها و مجلس نمایندگان شروع یک کارزار بین المللی را اعلام کردند که هدف از آن حمایت از اپوزیسیون ایران در قرارگاه اشرف در عراق است. در فرانسه نیز 5000 شهردار فرانسوی با امضای فراخوانی خواستار پایان دادن به محاصره شهر اشرف در عراق شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاء در واکنش به قطعنامه 25 نوامبر پارلمان اروپا در حمایت از مجاهدان اشرف با بلاحت گفت دنیای غرب در بحث تروریسم چه به لحاظ عینی و چه مفهومی دچار پارادوکس جدی است. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاء با سوز دل گفت اتفاقا یکی از جاهایی که ما با دنیای غرب حرف داریم اینجاست که چرا تروریست ها را به تروریست خوب و بد تقسیم میکنند. به دنبال صدور قطعنامه 25 نوامبر پارلمان اروپا در مورد اشرف، دیکتاتوری آخوندی نسبت به این ضربه بزرگ به صورت زنجیره‌ای در رسانه هایش واکنش نشان داد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با عنوان حمایت